درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و از آموزش های ارائه شده در کانال استفاده کافی رو برده باشید. لطفا نظراتتون رو در مورد ویدیوهای گذشته در زیر هر ویدیو برای من بنویسین. اگر نظری خاصی دارین یا ویدیوی خاصی که من بتونم براتون تهیه بکنم، حتما این کار رو انجام خواهم داد. لطفاً کانال ما رو به دوستانتون معرفی بکنید که از آموزش‌های رایگان استفاده کافی رو ببرن. خب امروز در قسمت بعدی نرم افزار داینامیک تریدر به معرفی منوهای کنار این نرم افزار می‌پردازیم و استفاده اونها رو با هم می‌بینیم که چی هستش. در ویدیوهای گذشته نرم افزار رو برای شما معرفی کردیم و روش کرک کردن نرم افزار رو عرض کردیم خدمتتون. در ویدیوی بعدی اون روش انتقال دیتا از متا تریدر به نرم افزار داینامیک تریدر رو با هم بررسی کردیم. در ویدیوهای بعدی اون منوهای بالای چارت رو توضیح دادیم، منوی فایل و ادیت رو، و در یک ویدیو هم منوی ورک اسپیس رو توضیح دادیم خدمتتون. در آخرین ویدیو هم این منوهای دیگری رو که چارت و ایندیکیتورز اسکن الی آخر رو برای شما توضیح دادیم. در امروز قصد دارم که این منوی کناری رو برای شما توضیح بدم و سعی میکنم در یک یا دو ویدیو دیگه منوهای دیگه و کلیک راست رو برای شما توضیح بدم و منوهای بالایی رو که این نرم افزار رو با هم تموم کنیم و به آموزش‌های سیستم‌های معاملاتی و نرم افزارهای دیگر بپردازیم. خب اولین گزینه PDL هستش که همونطور که این گزینه رو نشون داده و ماوس رو روش نگه دارین به نام Previous Day Level هستش. با انتخاب این گزینه شما لول های روز گذشته رو خواهید دید. یعنی این رو که ما انتخاب بکنیم، شما ملاحظه می‌فرمایید اینجا الان چارت ما پوند به دلار 4 ساعته هستش و شما میتونید اینجا لول های روز گذشته رو ببینید. PH مخفف پیوت های هستش، PO مخفف اوپن هستش، PC مخفف close هستش و PL مخفف low هستش، یعنی کمترین میزان اون کندلی که در روز گذشته ما داشتیم. خب با کلیک بر راست بر روی PDL شما دسترسی خواهید داشت به تنظیمات این لول. شما میتونید open, high, low و close رو ببینید و لیبل هایی که در کنار اون اینجا نوشته و حتی میتونید از اینجا رنگ اونها رو عوض بکنید یا هر کدوم از اینها رو که خواستین میتونید تیک داشته باشه و اگه نبود اونجا به شما نشون نخواهد داد. لیبل آن هم برای شما این نوشته ها رو میاره. شما میتونید با زدن و برداشتن اون تغییرات رو مشاهده بکنید. میبینید که دوتا گزینه که ما انتخاب کردیم تیکش رو برداشتیم از اون قسمت حذف شد. خب این از این گزینه، من این رو پاک میکنم. خب گزینه بعدی DPL هستش، Daily Pivot Level. پیوت ها رو نشون میده، خود پیوت های خدمت شما عرض کنم که R2, R1, S1 و S2 مقاومت ها و حمایت ها رو به ما نشون میده. خب خود پیوت اصلی رو نشون نمیده ولی مقاومت ها و حمایت ها رو برای ما نشون میده. اجازه بدید من این رو پاک بکنم، این رو بردارم. با گذدن این PDL به شما نشون میده و با برداشتش اون رو برمیداره برای که راحت تر بتونید این رو ببینید. خب خدمت شما عرض کنم که این ها هم تنظیمات خاصی داره. با کلیک راست موس بر روی DPL شما میتونید هر کدوم از این مقاومت ها رو که خواستین داشته باشین و هر کدوم رو نمیخواین خب تیکش رو برمیدارید. گزینه‌ای داره به اسم تیک که با زدن این خطوط، با انتخاب این خطوط برای شما پررنگ‌تر نمایش داده میشه و با برداشتنش خب کم رنگ‌تر هستش. خب این رو هم ما برمیداریم. گزینه بعدی ما جعبه ابزاری داریم به اسم شو لاین تولز
این رو بزنید، شامل چند مورد هستش که مواردی که کاراتر هست رو برای شما توضیح میدم. چند مورد اولش هستش، ابزار گان داره، ابزار رگرسیون لاین داره، ابزار خب زاویه ها رو مشخص میکنه و اگر اشتباه نکنم بابسون لاین هستش و چنگال اندروز هستش و پارالل و پارالل لاین و خب خط روند که ترند لاین هستش. این چند مورد اول رو من برای شما توضیح میدم، مواردی که بیشتر کارایی داره. خب خط روند هست که میتونید شما انتخاب بکنید و مثل خط روند که در متا تریدر نصب میکنید میکشین، میتونید اون رو بکشین. البته من این تنظیمش رو عوض کردم، اجازه بدین من خط روند رو تنظیم کنم. کلیک راست بر روی خط روند، شما میتونید خط روندی رو که از این موارد انتخاب بکنید بکشید. من بر روی ارو گذاشتم، یعنی به صورت فلش، که خب من اینجا برای شما میکشم. اگر خواستید مورد خاصی اشاره کنید در ترسیماتون، میتونید این رو به صورت فلش به هر جهتی که خواستین داشته باشید. خب از اینجا من این رو به صورت خط روند در قسمت اولی لاین سگمنت هستش که خب خط روند برای ما میکشه، این رو اگه انتخاب بکنیم. در قسمت بعدی extend to the right هستش، خط روند رو از سمت راست برای ما ادامه میده. در قسمت سوم extend both way هستش، both way هستش، خط روند رو از دو طرف برای ما ادامه میده. خب دونه دونه من این رو میکشم و به شما نشون میدم. خب میبینید که اینجا مثلا این خط روند رو برای ما کشید. خب گزینه بعدی رو اگه ما بخوایم انتخاب بکنیم، این خط روند رو اگه بکشیم میبینید که به سمت راست این رو ادامه داد. گزینه بعد هم extend both way از دو طرف هستش، یعنی من اینجا رو میکشم از دو طرف ادامه پیدا میکنه. و گزینه آخر هم که arrow هستش که قبلا با هم این رو داشتیم. خب ما اینها رو پاک میکنیم. گزینه بعدی خطوط پارالل هستش، خطوط موازی برای ما رسم میکنه. ما اینجا مثلا دوتا از قله ها رو به هم وصل میکنیم، دقیقا خطی رو برای ما قرار میده و ما میتونیم اونجا یک کانال رو رسم کنیم. اینجا هم میتونید با کلیک راست بر روی اون به تنظیمات اون خطوط موازی دسترسی داشته باشین، که فقط در تنظیمات میتونید رنگ رو تنظیم بکنید یا تغییر بدید. خب گزینه بعد چنگال اندروز هستش. چنگال اندروز رو هم خب میتونید تنظیمات خاصی داره، میتونید این رو رسم بکنید. اینجا میبینید علاوه بر چنگال دو تا خط در بالای چنگال و پایین چنگال وجود داره. از برای تنظیم این میتونید با کلیک راست بر روی چنگال بیاین و اگر خواستین لول های خاصی رو به اینجا بدین یا فواصلی رو از خطوط این چنگال از این فاصله به فواصل مختلفی خواستین، اینجا میتونید اینها رو عدد بدین خودتون و براتون رسم میکنه. اینجا قسمت آپر و لاور قسمتی هست که شما براش تعیین میکنید که چند تا خط در بالای این چنگال برای شما بذاره و در قسمت لاور خطی در پایین این چنگال بذاره. خب این فاصله یعنی از این خط وسط چنگال تا خطوط کناری دقیقا مساوی میشه با این خطوط دیگه که خب اون رو هم در جریانش هست. خب extend line left خطوط رو به سمت چپ هم بست میده و خطوط رو براتون امتداد میده. این هم از تنظیمات چنگال هست. موارد بعدی رو میتونید خودتون تست بفرمایید. این هم چنگال رو هم من پاک میکنم. گزینه بعدی که در توضیحات میخواییم بدیم بابسون لاین هستش. اینجا شما میتونید خطوطی رو به صورت موازی برای شما رسم میکنه. مثلا من اینجا دو تا قله رو برای هم رسم میکنم و میام دو تا دره رو هم اینجا رسم میکنم. خودش چند تا خط بالا و پایین به این فاصله‌ای که ما داشتیم به موازی اون خطوط برای ما میذاره. میتونید این رو یک کانال فرض بکنید شما، یعنی یه جور ابزاری هست که کانال هست، یا میتونید در تحلیل ها استفاده بکنید. مثلا بگیم اگر این کانال رو تاچ کرد و رد کرد تا کانال بعدی مثلا خواهد رفت. یه همچین استفاده هایی میتونید از این خطوط بابسون لاین داشته باشید. ابزار بعدی گان هست که خب مثل متا تریدر هست، یه ابزاری هست که خب اینجا کارایی داره به اسم پرایس تایم، اجازه بدید من پرایس تایم اسکوئرز هستش که شما با انتخاب این با کلیک راست بر روی این میتونید
اینجا بهش عدد بدین، مثلا خطوط هوریزنتال و ورتیکال رو داره و همچنین زاویه رو داره. مثلا ما اینجا تنظیم کردیم رو هوریزنتال روی 8 دهم 87 صدم باشه و رو ورتیکال روی 1 باشه. ما اینجا میایم اینجا این رو انتخاب میکنیم، یک مربع برای ما یه مستطیل رسم میکنه برای ما، کلیک میکنیم و میکشیم تا اینجا. اینجا برای ما نشون میده خطوطی رو که مثلا 75 درصد اون هستش. اجازه بدین من این رو تنظیم بکنم. خب در تنظیمات گذشته این PT یا Scoring Price and Time بر روی 1 بود، یعنی دقیقا روی خط میافتاد و نمیتونستیم ببینیم خطوط ورتیکال رو. من این رو عوض کردم و همچنین قبلش رفلکس روشن بود، دقیقا اون مستطیل رو برای ما رفلکس میکرد، یعنی انعکاس میداد و یکی مثل خودش رسم میکرد. من اینجا خطوط هوریزنتال و ورتیکال رو اعدادش رو تغییر دادم که شما ببینید چجور هستش. مثلا شما میایید اون رو میزون به اون چیزی که میخواین انتخاب میکنید، بعد میایید انتخاب میکنید از این قله تا این دره مثلا 75 درصد یا اون انتخابی که ما کردیم کجا هستش. اون انتخاب ما بوده هوریزنتالش بوده 87 صدمش و ورتیکالش بوده 75 صدمش. میاد برای ما نشون میده که این رو هم من یک مقدار پر رنگ بکنم، شما ملاحظه بفرمایید. در این فاصله میاد برای ما هوریزنتالش که خطوط افقی هستش، بله هوریزنتال که حدود افقی هستش رو میاد برای ما که 75 صدم انتخاب کردیم، از اینجا تا این قسمت 75 صدمش اینجا میشه و ورتیکالش که حدود خطوط عمودی هست که ما روی عدد چند گذاشته بودیم 87 صدم، میاد برای ما این فاصله از اینجا تا اینجا رو 87 صدمش رو در این نقطه هستش که ما میتونید که شما میتونید نگاه کنید در این قسمت اون اعدادی تقاطعی میکنه که اون اعدادی که شما انتخاب کردین هستش. این برای این حدود ابزار برای این استفاده میشه که شما به راحتی بتونید اون فاصله رو به نسبت اعدادی که انتخاب کردین ببینید و راحت تر باشه کار براتون. خب گزینه بعدی که این قسمت هستش گزینه دیتا لیبل هستش. شما میتونید لیبل گذاری بکنید، یعنی هر جا که کلیک بکنید برای شما اطلاعاتی رو مینویسه در پایین و بالای کندل ها، کندلی که شما کلیک کردین اطلاعاتی رو برای شما مینویسه. مثلا روی این کندل اطلاعاتی رو نوشته، این اطلاعات با کلیک راست بر روی گزینه دیتا لیبل قابل تنظیم هست. این اطلاعات شامل دیت هستش که تاریخ اون کندل هستش، قیمتش هست، تغییرات قیمتی هست، درصد تغییرات قیمتی هست نسبت به اون انتخاب گزینه قبلی که شما انتخاب کردین که برای شما نشون بده و ما بقیه موارد. شما میتونید با کم کردن یا زیاد کردن هر کدوم از اینا این موارد رو کاهش بدین یا افزایش بدین. همونطور که میبینید من چند تا تیکش رو برداشتم و مواردی کمتری رو برای ما نشون دادم. خب یک موردی هستش در اینجا، اجازه بدید من اینها رو پاک بکنم. یک موردی هست در اینجا، اگر ما این لیبل ها رو تیک بزنیم و گزینه اوتو رو بزنیم، خودش به صورت اتوماتیک تمام قله ها و دره ها رو برای ما مشخصاتشون رو می نویسه. ما اینها رو تیک می زنیم و اوتو رو بزنیم، ملاحظه می فرمایید که این تمام قله ها و دره ها رو برای ما نوشته. حالا این قله ها و دره ها اطلاعاتی هست که ما در این گزینه، این گزینه هایی که ما انتخاب کردیم هستش. اگر ما کل اینها رو انتخاب بکنیم و بعد اینها رو تیک بزنیم و اوتو بزنیم، تمام این اطلاعاتی که اینجا ذکر شده رو برای ما در اینجا خواهد نوشت. خب ما این رو هم پاک بکنیم. گزینه بعدیمون لیبل پیوتس هستش. از اینجا شما میتونید اعداد 1 تا 5 یا حروف ABCD یا هر به صورت فلش، بایسل، هر جا که خواستین شما میتونید اینجا قرار بدین. مثلا من میخوام اینجا مشخص کنم برای خودم که اینجا یک بای هستش.
من گزینه بای رو انتخاب میکنم، اینجا میذارم بای، اینجا بای میذارم، اینجا بای میذارم، یا گزینه سل، در اینجا من گزینه سل رو میذارم، یا از فلش ها میتونم استفاده بکنم، یا اینکه حتی شما میتونید اگه میخواین در این قسمت برای خودتون چیزی بنویسین از این علامت سوال ها استفاده کنید، یعنی با کلیک بر روی یکی از این علامت سوال ها و کلیک راست کردن میتونید متن خودتون رو اینجا بنویسید، رنگش رو تغییر بدین و سایزش رو تغییر بدین و خب اینجا اکسنس شد، شما این اکسنس رو انتخاب میکنید و هر جا خواستین از اون اکسنس استفاده میکنید، چون من متنش رو اکسنس انتخاب کردم. هر وقت هم خواستین دوباره میتونید با کلیک راست بر روی اون متن رو تغییر بدین و هر چقدر هر چیزی که دوست داشتین رو جایگزینش بکنید. خب ما این کار رو هم پاک بکنیم. خب گزینه بعدمون گزینه هست که شما توسط این میتونید، این گزینه شما میتونید موارد مختلفی ام از اوپن کندل ها، های یک کندل، لو کندل، کلوز کندل و اون پیوت کندل رو داشته باشید. مثلا من اینجا اوپن کندل رو انتخاب میکنم، روی این کندل کلیک بکنم اوپن کندل رو برای من نشون میده، مثلا اینجا اوپن کندل رو برای من نشون میده، یا های کندل رو انتخاب میکنم اینجا های کندل رو برای من نشون میده، اینجا های کندل رو برای من نشون میده و موارد دیگه. کلوز کندل مثلا بر روی این کلوز کندل اینجا هستش، بر روی این کلوز کندل اینجا هستش. خب از این گزینه هم میتونید استفاده بکنید برای اینکه خطوط رو به صورت اتومات رسم بکنه روی اون کندل هایی که مد نظرتون هست و خب شما بتونید به راحتی اونها روی چارت مشاهده بفرمایید. گزینه بعدی ادد تکست هست، شما میتونید اینجا هر متنی رو که میخواین داشته باشین، مثل استیکی نوت هست بر روی سیستم و یه متن چسبنده هست، هر وقت که شما بخواین این متن رو یادداشتی برای خودتون داشته باشید میتونید این رو اینجا بنویسین و الان من نمیخوامش، میبندمش مجدد با انتخاب این، میبینید که اون متن من همینجا هستش و من میتونم از اون متن استفاده بکنم. گزینه بعدیمون دراپ باکس هستش، شما میتونید مستطیلی رسم بکنید برای خودتون و این ابزارهای ترسیمی هست بیشتر و توضیحاتش خب توضیحاتی نداره به اون صورت. این گزینه های پرایس رو من بعدا برای شما توضیح خواهم داد، مربوط به چیزهای قیمتی میشه، قیمت های کندل ها میشه که خب فکر نمی کنم استفاده چندانی داشته باشه، ولی خب اینها رو من توضیح خواهم داد براتون. من یه قسمت رو یادم رفت خدمت شما عرض کنم، قسمت ABC که شما میتونستید متنی رو بنویسین، شما اگر خواستین متنی رو بر روی چارتتون داشته باشین اینجا میتونید متن رو تایپ بکنید، هر متنی رو که میخواید روی چارت داشته باشین و با زدن گزینه کانتینیو این متن رو در هر جای چارت که خواستین میتونید اون متن رو قرار بدید. و خب از قسمت فونت شما میتونید تنظیمات این متن رو انجام بدین، فونت خاصی رو انتخاب بکنید، رنگش رو تغییر بدین و استایل فونتتون رو داشته باشین و حتی سایزش رو تعویض بکنید و تغییر بدین. خب این متن رو هم میتونید از اینجا پاک بکنید. در کلیک راست موس در زمانی که شما میخواین چیزی بنویسید، مثلا اینجا نوشتیم، از این گزینه اریز میتونید شما این رو پاک بکنید. خب اریز آل برای زمانی استفاده میشه که شما چند تا مورد داشته باشین و بخواین همش رو با هم پاک بکنید. کالر شما میتونید رنگ رو تغییر بدین، اینجا کالر رو انتخاب کردم، زرد رو انتخاب میکنم، میبینید این زرد شد، قرمز رو انتخاب میکنیم قرمز شد. میتونید ادیت کنید، مستقیما به همون پنجره میره که شما بتونید اینجا ادیت رو انجام بدین و خب من بستمش، مجدد این رو باز میکنم. حالا اینجا من چند تا از این رو میذارم برای که استفاده اون اریز آل رو هم به شما نشون بدم.
از اینجا کلیک راست که میکنید میبینید که Erase All فعال هست و با زدن این Erase All شما میتونید تمام اینها رو به یک بار پاک بکنید. خب قبل از اینکه اون رو بزنم من Move Selection رو انتخاب کنم برای شما، میتونم با انتخاب این گزینه این رو تغییر بدم. با زدن این دکمه ها میتونم این رو بالا و پایین بکنم و هر جا که اوکی بود این رو میبندم و اون اونجا قرار خواهد گرفت. گزینه Erase All رو هم میزنم و تایید میکنم و اون موارد و موارد دیگه هم اگر روی چارت باشه پاک خواهد شد. گزینه هست به اسم Default Mouse Mode که خب همین فلش هستش که شما میبینید و گزینه بعد کراس هیر هستش که شما میتونید مثل کراس هیر متاتریدر هست همزمان تاریخ در پایین و تاریخ و ساعت و قیمت در سمت راست رو ببینید و هر جا که خواستین میتونید کلیک راست کنید بر روی اون کلیک چپ بکنید و Make Price Alert رو انتخاب بکنید یا Make Time Alert رو انتخاب بکنید. Make Price Alert دقیقا در اون قسمت که اینجا انتخاب شد برای ما آلرت و آلارمی رو ست میکنه. شما میتونید اینجا کامنت رو بنویسید، گزینه پلیت ساند رو انتخاب میکنید که برای شما صدایی پخش بکنه. از این قسمت میتونید اطلاعات صدا رو تغییر بدین، انواع مختلف صدا هستش و میتونید با انتخاب اون گزینه و کامنتی که مثلا اینجا مینویسید اوکی بکنید. زمانی که به اون قسمت رسید برای ما به صورت آلارم اعلام بکنه. ما دوباره این رو انتخاب میکنیم. یه جا هست که شما میتونید اینها رو کنسل بکنید، آلرتی که قبلا گذاشتین رو. بعد از انتخاب آلرت ها شما میتونید اونها رو سیو بکنید. مثلا ما اینجا یه آلرت رو میذاریم، Make Price Alert رو میذاریم، کامنتی رو دوست داشتین مینویسین و این رو اوکی میکنید. یه بار دیگه من این رو انجام بدم، Make Price Alert رو میذارید. شما خواستین این رو در گزینه Save to My Alert سیو میکنید. من قبلا یک گروهی درست کردم، شما اینجا میتونید از این قسمت گروهی رو بسازید. مثلا من اینجا به اسم گروه ای میذارم و نیمش رو هر چیزی که خواستین قرار میدین، مثلا پوند این رو قرار میدم و از اینجا سیوش میکنم. خب شما هر زمان خواستید میتونید اون آلرت ها رو پاک کنید و از اون گروه هم آلرت ها رو پاک بکنید مجدد، یعنی اون گروه رو از بین ببرید. دوباره از همین قسمت Save to my alert انتخاب میفرمایید، میبینید که گروه داریم به اسم یک، از اینجا کنسل میکنید. اول گروه یک رو داریم، من این گروه رو نمیخوام، من گروهی رو قبلا ساخته بودم به اسم تیتی. این رو خواستین ادیت بکنید میتونید ادیت بکنید. تایم بر اساس تایم من این رو انجام داده بودم. نخواستین میتونید این رو پاک بکنید و در گروه یک اون تیتی پاک میشه. خود گروه رو هم اگه خواستین پاک بکنید با انتخاب بر روی یک دیلت گروپ رو میزنید و اون گروه همون پاک میشه. گزینه ای ما بر اساس برای پوند ساخته بودیم، میتونیم این رو اینجا اصلاحش بکنیم. اون کامنتی رو هم که اینجا گذاشتیم میتونیم کامنتش رو اصلاح بکنیم، یا اگر نخواستید میتونید این رو پاک بکنید، دیلت رو انجام میدیم و همچنین مجدد گروه رو اگر خواستید پاک بکنید از اینجا اون گروه رو هم پاک خواهیم کرد. خب گزینه های سمت راست هستش. از بالا سمت راست گزینه ذره بین هستش، یعنی شما این رو میتونید انتخاب بکنید و هر جای چارت رو خواستین برای شما بزرگ نمایی رو انجام میده. من این قسمت چارت رو میخوام بزرگ ببینم، اینجا رو انتخاب میکنم و میبینید که در اون قسمت رو برای من بزرگ کرد و با کلیک بر روی آن زوم میتونید اون رو به حالت اولیه برگردونید. فلش های بالا و پایین هستش که با انتخاب اینها شیفت بار آپ هستش چارت رو برای شما بالا حرکت میده و شیفت بار داون هستش که چارت رو برای شما به پایین میاره. شیفت بار لفت هستش چارت رو به سمت چپ و شیفت بار رایت به سمت راست برای شما میاره. گزینه هستش که خب توگل بار هستش، خب این گزینه بالا فعلا اینجا محو میکنه که این
کاری نداره. گزینه سمت راست هستش توینگز توگا سوینگ هستش که با کلیک کردن بر روی این سوینگ ها رو برای ما به صورت اتوماتیک رسم میکنه. خب میتونید با دوباره کلیک کردن بر روی این اونها رو کنسل بکنیم. این گزینه دقیقاً گزینه‌ای بود در این قسمت بالا اگه یادتون باشه، قسمت سوینگ ها، که خب کار اون رو به صورت شورتکات برای ما انجام میده. گزینه هست به نام مثبت هست که چارت رو برای ما کندل های بیشتری از گذشته رو در صفحه چارت برای ما نشون میده. همونطور که میبینید من با زدن گزینه مثبت میبینم کندل های بیشتری رو میاره و برعکس با زدن کندل با زدن علامت منفی یا منها کندل های کمتری رو برای ما نشون میده. گزینه هست به نام مگنت هستش که شما اگر برای مثال خط ترند لاین رو ما داشته باشیم اینجا، اجازه بدیم خود ترند لاین رو داشته باشیم، خط ترند لاین رو داشته باشیم و اون گزینه مگنت انتخاب شده باشه، اگر این خط خطوط با فاصله مثلا رسم شده باشن، مگنت برای ما اینها رو به این کندل ها ارتباط میده، یعنی نزدیک میکنه. و فکر میکنم اینجا الان کار نکرد، ولی خب استفادهش این هست. و همچنین به صورت لایو بازار کندل ها رو برای ما حرکت میده، یعنی اگر به صورت آنلاین باشیم با متا تریدر و متا تریدر هم باز باشه و دیتا رو به صورت آنلاین لود بکنه، این مگنت باعث میشه که کندل ها هم به روز باشه، اگر اشتباه عرض نکرده باشم خدمت. گزینه بعدی هستش تالر بار هستش که خب من اول اجازه بدین این چارت رو به صورت نورمال چارت در بیارم. این گزینه برای ما قسمتی که شورتر بار هست این بارها رو کوچیک میکنه و تالر بار برای ما اینها رو بزرگتر میکنه، یعنی میشه کوتاهتر و بلند کردن این چارت ها هستش. گزینه داریم این پایین به اسم تیک بار هستش، با زدن اینها این کندل ها یا به اصطلاح این مدل چارتمون برای ما از ضخامت بیشتری برخوردار میشه. و خب برعکس با تین بار هست، اینها رو میتونید به حالت اولیه یا باریکتر برگردونید. گزینه‌ای هست خطوط عمودی چارت رو رسم میکنه برای ما، باز انتخاب این گزینه شما میتونید خطوط عمودی رو ببینید. اگر چارت یک ساعته ای رو داشته باشیم، هر خطوط از اینها ما کندل هایی که ما بین اینها قرار میگیره معادل یک روز کاری هستش که شما میتونید ببینید کندل روز کاری از چه روزی شروع شده و در چه زمانی اون پایان یافته. از اینجا من چارت رو به حالت کندل سیک برمیگردونم. گزینه پایینی هم داره به نام گزینه هست که شما میتونید یک کندل بر روی چارت اضافه بکنید، کندلی برای چارت اضافه بکنید. با انتخاب این گزینه شما اوپن، های، لو و کلوز رو به این مقادیرش رو میدین و کندل رو اضافه میکنید و با گزینه زدن ریمو بار اون کندل پاک میشه. نگاه کنید دقیقا این قسمت رو من با انتخاب این کندل اضافه کردم، میتونم در اینجا مقادیر رو بدم و یک کندلی برای من اضافه بشه و خب باز زدن گزینه ریمو اون رو پاک میکنم. خب این مواردی بود که برای استفاده از نرم افزار داینامیک تریدر به اون نیاز داشتین. گزینه کلیک راست رو هم من توضیح مختصری بدم. اریز خب برای پاک کردن مواردی که برای چارت هست استفاده میشه. کراس هیر این گزینه آبی سمت چپ هست که شما میتونید قیمت و تایم رو با هم بخونید، یعنی برای شما نشون میده. ایندیکیتور دسترسی شورتکات به ایندیکیتورها هست که در این گزینه‌های بالا ایندیکیتور داشتیم. آلرت میتونید شما بذارین یا
برای خودتون زمان رو تنظیم کنید در قیمت زمان که برای شما اگر به اونجا رسید برای شما صوتی رو پخش بکنه. مای آلرت هست، آلرت هایی که شما قبلا اگر آلرت داشته باشین برای شما نشون میده، چون ما آلرت هایی که گذاشتیم و پاک کردیم الان هیچ آلرتی نداریم که به ما نشون بده. ادیت مای آلرت هست، خب آلرت هایی که هست که شما اگر خواستین اصلاح بکنید اونها رو نشون میده و شما میتونید اون آلرت ها رو اصلاح بکنید. نیو چارت، خب نیو چارت هستش برای فراخوانی چارت های جدیدی هست که از این گزینه فایل ما به اون دسترسی داشتیم اگر حضور ذهن داشته باشید، گزینه نیو چارت. کنترل ان هستش، نیو ورک اسپیس، اوپن ورک اسپیس، سیو ورک اسپیس و اینها گزینه هایی بودن که در منوی ورک اسپیس به اون دسترسی داشتیم. Export bar از CVS، این بارها رو برای ما با فایل CVS برای ما خروجی میگرفت که ما میتونستیم بر روی موارد نرم افزارهای دیگه یا جایی که از ما فایل های CVS رو میتونستید وارد بکنید در اون نرم افزارها میتونید از این گزینه استفاده بکنید و خروجی این بارها رو داشته باشید. خب بقیه مواردش رو هم که خب کارایی آنچنانی نداره و این توضیحات رو داشته باشین و بدونید که این توضیحات نرم افزار داینامیک تریدر اینجا به پایان رسید و شما میتونید با این اطلاعات مختصری که خدمت شما عرض کردم به تحلیل بپردازین، از ابزارهای اون استفاده بکنید و امیدوارم این توضیحات بتونه به ترید کردن شما کمک بیشتری بکنه. تا آموزش بعدی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک فراموش نشه، نظراتتون رو برای من بنویسین، کانال ما رو به دوستان معرفی بفرمایید. در آموزش های بعدی منتظر سیستم های آموزشی باشین و نرم افزار های آموزش نرم افزار های دیگه. شاد و پیروز باشین، پرسود باشین، خدا نگهدار.